بنام خدا و عرض سلام، وقتتان بخیر. پس سلام. نتایج ابتدایی انتخابات 16 حمل، کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال رفتن انتخابات به دور دوم سخن گفت و مطرح ساختن احتمال رفتن انتخابات به دور دوم با دیدگاه های متفاوت رقابت کنندگان این انتخابات مواجه شد و درج شکایت ها برای بررسی هرچه شفافتر این جریان از زمان آغاز و بعد از اعلام نتایج ابتدایی بیشتر و بیشتر شد. اما در حدود 121 شکایت به قول کمیسیون سم شکایات ثبت شد. امروز به تعداد 9 مورد از این شکایات به شکل علنی در مقابل رسانه ها و نماینده های احزاب سیاسی و ستادهای انتخاباتی شکایات بررسی و رسیدگی به این موارد صورت گرفت. اما اینکه این بررسی از آدرس کمیسیون سم شکایات کمیسیون انتخابات با چه دید کاندیدان و ستادهای انتخاباتی مواجه است در بحث امشب و بحث میپردازیم. من هم در غفوری میزبان این بحث هستم و مهمانان عزیز در این بحث حضور یافتند. محترم عباس نویان نماینده تیم انتخاباتی، دکتر اشرف غنی احمدزی، فضل الرحمن اوریان نماینده تیم انتخاباتی، دکتر عبدالله عبدالله و آقای آصف آشنا فعال سیاسی. خوش آمدین به بحث. آقای نویان، میخوایم بحث را با شما آغاز کنم. دقیقاً با چه دیدتان مواجه است بررسی و رسیدگی به این شکایات امروز، همان گونه که از ابتدا و پس از اعلام نتایج ابتدایی شکایت ها به این کمیسیون رسیدگی بود؟ نخستین جلسه علنی امروز آغاز شد، یافته هایتان چگونه است؟ این کار کرد تا چه میزان قناعت بخش است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بار سلام. اول خود من فکر میکنم نفس از این مسئله که کمیسیون شکایت انتخاباتی در حضور ناظران و در حضور جامعه مدنی و در حضور ژورنالیستان و در حضور خلاصه در حضور مردم به شکایت ها میپردازه و هر کس میتونه شکایت کرده از او دفاع بکنه، یه در نفس مسئله یک امر بسیار خوب است و این بار اول است که در افغانستان واقع میشه که واقعا نوید خوش را برای آینده ها بر ما نشان میده. و همچنان در پهلوی از یک کمیسیون مستقل انتخابات هم تابال در با علی رغم کمی ها و کاستی ها و انتقاداتی که بالایش وارد است و کمی ها و کاستی هایی که داره، باز هم در برگزاری یک انتخابات بسیار مهم و در همسویی با نیروهای امنیتی و همچنان رسانه ها توانست که یک انتخابات بسیار خوب برگزار شود و خوشبختانه که یه هم نوید خوش است برای آینده های دوری که ما متوقع هستیم که بهتر و بهتر و بهتر شد. بله، آنچه تا کنون و امروز دقیقاً این جلسه علنی جریان پیدا کرد شما را متقاعد ساخت و باورتان بر این است که این جریان همان گونه که میبایست انجام شود انجام شده؟ امروز در آخرین موردی که کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلان کرد که 525 محله بله. از طرف کمیسیون انتخابات باطل اعلان شد و او را به کمیسیون شکایت انتخاباتی سپرد. از طرف ما یک قناعت بخش نبود و همچنان جمله 1964 محل که مورد اشتباه و تفتیش و بازشماری بود که از این جمله 525 محلش باطل اعلان کردن و باقی 1934 محل دیگه از یک میمانه که یه عاده هستی رو به حساب رای پاک گفتن. یه هنوز هم معلوم نیست که در کدام موارد در کدام محلاتی صورت گرفته و کدام محلات تابالی در سایت کمیسیون انتخابات نامده و به جوانب زی دخل هم در این مسئله اعلام نشده. ما در حالی که شکایت درج کرده بودیم به خاطر نتایج ابتدایی که اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات که در این نتایج ما آرای پاک که داشتیم از اونا دفاع کردیم و متاسفانه تا حال طوری که شاید و باید و یا طبق قانون وقتی که کسی متضرر میشه باید با حکمی که صادر میشه و او به تفصیل گفته میشه گفته شود که به چه خاطر مثلا چقدر رایتان به چه خاطر بر کدام سایت بر کدام محل باطل شد یا مثلا قرنطین شد. اما آیا اکنون امروز بررسی علنی و رسیدگی به این شکایات بررسی علنی فلسفه نبود؟ نه خیر، در این بررسی علنی هر کس از امو موضع خود دفاع کرد، ولی تا ساعت 11 و نیم بجه بعد از اون ماندم کمیسیون شکایت انتخابات جلسه بکنن و خودشان حکم خود را صادر بکنن که امشام حکم کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد که 525 محل بنا باطل اعلان کردن که تقریبا در حدود 2,300 رای میشه اونا باطل اعلان شد به خاطر عدم شفافیت در جدول نتایج و به خاطر اشتباهاتی که اونا داشتن که میتونست اونا رو قانع بکنن به خاطر ابطالشون.
آقای یوریا، این ابطال حدود 525 محل و حدود 230,000 رای چگونه با دید با چه دید شما مواجه است؟ و واقعا اگر قبل از این بپردازیم به این که اساس شکایات ستاد شما، تیم شما بر مبنای چی بود؟ شکایات بیشتر از آدرس تیم شما درج شده بود؟ تشکر. سلام بر دوستان حاضر در بحث و سلام بر بینندگان نهایت عزیز و ارجمند. مردمی که با 16 حمل با پای صندوقای رای رفتن و حماسه سیاسی در تاریخ افغانستان آفرید، اونا بی صبرانه منتظر نتایج آرای خود است و آرای اونا را به نحوی از آنها دو کمیسون که ظاهرا دو کمیسون است مگر در حقیقت در پشت پرده یک کمیسونی وجود داره در گرو خود گرفته و ما شک داریم برای کارکردهای هر دو کمیسون که اینا نتانسته و نمیتواند وظایف خود در قبال رای مردم، قسمی که شایسته مردم هست و شایسته رای مردم است، انجام بده. در این راستا 165 شکایت قبلا تیم اصلاحات و همگرایی ثبت کرده و 115 شکایت هم علیه نتایج انتخابات ثبت کرده که این جمعا 280 شکایت میشه. و شکایت ها در عرصه های مختلف است. بیشترین شکایت های ما علیه خود کمیسون است. یعنی اسناد ما داریم که خود کمیسون یک تقلب سازمان یافته را سازماندهی کرده و میال هم مصروف همچنین تقلباتی هست و حتی آنان را ما در نظر نگرفتیم که صندوق برده در خانه خود پر کرده. برای ما مای نگرانی جدی ما این هست که کمیسون با ابزار امو صلاحیت هایی که دارن تقلب کرده و میکنه. اما این نگرانی شما از چه زمان شکل گرفت؟ در نتایج قسمی و ابتدایی نه، زمانی که مطرح شد مگر این چون این دیدگاه وجود نداشت از آدرس تیم کاملن. شما از آدرس اصلاحات همگرایی؟ کاملا ما از امو روز اول این مشکل داشتیم، مگر ما بیشتر تلاش کردیم که با هر دو کمیسون تفاهم داشته باشیم تا بر بنیاد تفاهم حل شوه و این مسئله رسانه‌ای نشوه. حال هم خیلی چیزای است که نمیخوایم او را رسانه‌ای بسازیم. اگر ممکن است بر بنیاد تفاهم و دیالوگ اصلاحاتی به وجود بیاید و خدا نخواسته اگر نبود، تو باز طبیعتا رسانه‌ای میشه. چیزی که کمیسون امروز اعلان کرد که 225 صندوق که در حدود 230,000 رای میشه او را باطل اعلان کردند و ما این را یک عمل غیر قانونی تلقی میکنیم. دلایل کمیسون چی هست؟ امضای ناظران وجود نداره، بله، تاپه نیست بالای پرمه و بالای پرمه امضای وکیل گذر نیست. بیاین این کارا را تبکیک بکنیم. مردم مظلوم ما که ارزوهای بسیار بلند بالای دارن می در پای صندوقهای رای و رای خود استعمال میکنه، پس میره. این وظیفه مردم نیست که این فرمه را برای کمیسیون محترم خانه‌پوری بکنه. نامزادان ناظرینش وجود داره، فرمه را امضا میکنه، دیگه میره پشت کار خود. اما این وظیفه اداری خود کمیسیون است، فرمه را امضا کنه، تاپه کنه و شکل صحیح و سلامت تقسیم کنه بالای ناظرین، بله، و او را به کمیسیون مرکزی منتقل بکنه. اما یا شما فکر نمیکنید همین گونه که شما اشاره کردین جریان رسمی و مبتنی بر اصول است، اما اگر این گونه کار صورت نگرفته، فکر نمیکنین این اصل و یا این گفته و این منطق میتونه معجب باشه؟ بله. که جریان ببینه. و یا این آرا در شک میتونه، بله، قرار بگیره؟ دلایلی را که خود کمیسیون شکایت در اخبار خود نشر میکنه این چیز است، نه که وکیل تاپه نیست، وکیل گذر امضا نکرده، ناظر امضا نکرده، اما ناظر اینا امضا نکرده. این کارهایی است که به خود کمیسیون برمیگردد. اینجا رای مردم چی تقصیر داره یا نامزاد چی تقصیری داره؟ اما اجازه بدین، آیا واقعا این رای مردم بوده همان گونه که شما اشاره میکنین؟ آیا شک پا بر جا از دیدگاه آقای آشنا رو بگیریم مجددا برمیگرده؟ میخوایم دیدگاه شما رو داشته باشم آقای آشنا. آیا واقعا همین شک که آقای اوریا مطرح میسازن و منطقی را که کمیسیون سم شکایات مطرح کرد با دید شما چگونه است؟ اصل بررسی و تحلیل بی‌طرفانه چه موضوعی را میرسونه؟
تشکر. با درود به شما و جناب اوریان صاحب و اوریان صاحب و بینندگان محترم. خب وقتی ما از بیرون صفبندی هایی که از دو سوی یک صف رقابت صحبت میکنیم ناگذاریم بریم بیشتر روی مبناهای حقوقی و کار اصولی که کمیسیون شکایات انجام میده. بله. به خاطر که آنچه مربوط میشد به مردم افغانستان در تمام سطوح از پلیس ملی از اردوی ملی گرفته تا رای دهندگان و ناظران و کارمندان کمیسیون و مردم افغانستان و ملت افغانستان درست اجرا شد. حالا مانده بخش سیاسی مسئله و بخش حقوقی مسئله که مسئولیت این بار روی سه صنف است. یکی صنف اول صنف حقوقی و مجریان، کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات. صنف دوم هر دو نامزده که آرا دارن به عنوان دو تا رقیب صحبت میکنه. صنف سوم تیم حاکم درون ارک. سرنوشت افغانستان به نوع نگاه همین سه کاتگوری صنف‌بندی اجتماعی سیاسی حاکم بر افغانستان یا که میتونه شرایط رقم بزنه به همینجا برمیگرده. من دوست دارم اول از کمیسیون شروع کنیم. آنچه را امروز من به عنوان نشر مستقیم جریان بررسی پاسخ و پرسش دیدم از رسانه ها دنبال کردم تا ملحظه ای که نشر مستقیم داشت، یک بررسی آزاد، شفاف و علنیه که یک شب پیشش جناب ستار سعادت از او وعده می داد چنین چیز نبود. یک چیز نسخه از همو برنامه تلویزیون دیشب بود که آقای ستار سعادت بهش حضور یافت، با این تفاوت که کسای دیگه هم دور برش بود و اودینس را آدمای متفاوتی بود و سوال جواب هایی بود که هر دو طرف مجاب نمی شد وقتی صحبت می کردن. کمیسیون شکایات نه نامزد نماینده نامزد پیشتاز را میتونست مجاب کنه، نه نماینده نامزدی که در رده دوم قرار داره و همزمان با این کمیشنران کمیسیون شکایات در میان خودشان دیدگاه واحد نداشت، اختلاف نظرهای بسیار جدی داشت و جدی ترینش برای من اصل استناد بر لایحه‌ای که ساختن در درون کمیسیون شکایات انتخاباتی. بله. و کمیشنر دیگه که میگفت خب این نوع لایحه سازی که روح این لایحه با روح قانون یا با متن قانونی که ما بر مبنای زو یا در کنار و در موجودیت از اومیم لایحه میسازی مغایرت داره، این اختلاف های بسیار شدید به حقوقی و تنها دید نظرهای حقوقی نیست به باور من و در فهمی که من شاهد شستم، اختلاف نظرهای سیاسی منجر میشه که ما قانون را به زعم خود و به نفع خود تفسیر کنیم و قرائت به نفع خود ارائه کنیم از متن قانون. اشکالی که برای من داره تصمیم گیری در قبال رأی هرات مبنای حقوقی مسئله هست. بله. این تصمیم اساس حقوقی نداره در متن قانون. آقای ستار سعادت که حقوق خوانده در دانشگاه کابل و من هم حقوق خواندم در دانشگاه کابل و هر دوی ما روحیه قانونگذاری و لایحه سازی ها رو میفهمیم، یک نکته رو بهش توجه نمی کنه که لایحه ای را که اینا ساختن قبل از 16 حمل نبوده، این لایحه بعد از 16 حمل ایجاد شده، دقیقاً در زمانی که قانون صلاحیت های نامگه که کمیسیون شکایات ولایتی میتونه در قبال رأی ها از روز انتخابات تا 10 روز بعد تصمیم بگیره. از روز انتخابات تا همین 10 روز بعد لایحه در کار نبوده، متن لایحه نوشته شدگی نبوده، تصمیم هم نبوده. در روز 11 هم آنچه را که کمیشنر امروز گفت لایحه ایجاد میشه در زمانی که مقطعی تاریخی که در قانون پیش بینی شده او سپری شده. حالا که آقای ستار سعادت استناد میکنه به یک رویه قضایی، من فکر میکنم چنین روی کرد به لایحه سازی بعد از 16 حمل و بعد از پوره شدن موعد زمانی و بر مبنای از او زمان را تمدید کردن اساس حقوقی نادرست داره و این یک جعل با سیستم قضایی و حقوقی افغانستان است، جدا از
مسئله تصمیم گیری سیاسی روی انتخابات. بله، اما این که فکر میکنین این جعل است و این اما اصول و اساسات حقوقی در نظر نگرفته نشده، چه مبنا میتونه داشته باشه؟ آیا موارد دیگر را نشانگر است که همه اعتبار و اعتماد همه پس از همان جریانات و رویکردهایی که مطرح کردین انجام شد، حال نهایت تصمیم و دقیقاً سرنوشت این ملت در اینجا پابرجاست؟ من به همین دلیل وجود داره. به همین دلیل گفتم که مهمترین بخش مسئله متوجه همین سه صنف است. حالا داور که میای حکمیت میکنه در رقابت میان دو تیم انتخاباتی، کمیسیون اجالتاً بر اساس دستور قوانین انتخاباتی کمیسیون شکایات انتخاباتی است که باید تصمیم بگیره. بله. مسئولیت به دوش زنا هست، ولی من فهمی که من دارم از وضعیت، حداقل ما سه نفری که اینجا شدیم صحبت میکنیم، هر سه ما به این نکته فکر میکنم اتفاق نظر داریم که برای ما سه نفر مسئله انتخابات از 1.5 سال پیش شروع شده بود، نه از دو سه ماه، از زمانی که متن قانون پاس می شد. بله. و از زمانی که سیستم اساس گذاری می شد و ما هر سه ما در درون کمیسیون در درون شورای همکاری احزاب و ائتلاف های سیاسی روی اصلاح سازی سیستم انتخابات طرح داشتیم، برنامه داشتیم، پیشنهاد داشتیم به همین دولت که متاسفانه هیچ کدام از اونها در نظر گرفته نشد. اجازه بدین من دو جمله دیگه بگم کمی بحث بسته دارن. بله، خیلی خلاصه واسه پیشنهادهای ما در نظر گرفته نشد و جدی ترین خواست ما حضور یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی غیر افغان که از آدرس جامعه جهانی می اومد، ایران جناب رئیس جمهور در نظر نگرفت. بنان هر سه ما باید اتفاق نظر داشته باشیم که نقد هایی که ما از 1.5 سال پیش روی سیستم داشتیم و روی کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات داشتیم، همهش به جای خودش باقی است. اما این نکته را باید به یاد داشته باشین که کنون از سه نهاد مختلف و سه آدرس مختلف صحبت میشه. دقیق. همکاران ما اشاره یک وقفه دارن، بعد وقفه خیلی زود برمیگردیم. بعد این بحث خوش آمدین. آقای نویان، یک نکته دیگر را می‌خوام بدانم. آیا این تفاوت چه مسئله را می‌رساند؟ از حدود 121 موردی که امروز در کمیسیون سم شکایات اشاره شد، حدوداً 116 رای به قول آقای اوریا از آدرس تیم اصلاحات همگرایی بوده و حدود 5 شکایت شاید از آدرس شما بوده. این تفاوت چه منظر و چه دیدگاهی را می‌رساند؟ آیا این گونه میشه تفسیر و تحلیل کرد به باور بعضی کسانی که در شبکه‌های اجتماعی تحلیل کرده بودن و کارشناسان که باور شما نسبت به اونا بر کمیسیون بیشتر است و این آیا اصل کارکردی مبتنی بر شفافیت کمیسیون‌ها را می‌رساند و انتقادهای اونا فراتر از این حد است و یا نه شما شکل مدارا با اونا رفتار می‌کنید؟ کدام یک؟ من فکر نمی‌کنم که تعداد شکایت عدم باورمندی و شکایت کمتر باورمندی را از آن بکن. ببینین، ما در روز 6 ثور وقتی که اعلان شد نتایج ابتدایی، سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی 24 ساعت وقت داد که هر کس اعتراض دار. بله. ما در اولین روز ساعت 4:30 بعد از ظهر اولین شکایت تقدیم کردیم، یک شکایت عمومی یا به حساب که چیز بگویم جنرال شکایت، جنرال کمپلین، که ما راجع به ابطال قرنطین و بازشماری شمارش ما چی داشتیم؟ اعتراض داشتیم. بله، اما کنون نظر به این ابطال اجازه بدیم، اجازه بدیم که من گفت تا آخر بگویم باز بر شما واضحیم. بفرمایید. ما سند تفصیلی از این در مجموع یک شکایت گذاشتیم که ابطال قرنطین و شمارش، ولی سند تفصیلیش در روز بعدش که اونا 24 ساعت دیگه وقت دادن، ما سند تفصیلیش بر از اونا دادیم که درباره 196 محل بود. هرگاه برای هر محل شما یک شکایت درج بکنید، این میشه 196 شکایت. بله. پس به این حساب این تفاوت چه مسئله را میرسه؟ گوش کنید، هیچ گونه تفاوت نیست. اینا به هر محل یک شکایت کردن، ما یک شکایت عمومی کردیم و بازو رو به سند تفصیلی 196 محل. ما راجع به 196 محل شکایت داشتیم، اعتراض داشتیم که او رو عنوانی کمیسیون شکایت انتخاباتی ما تقدیم کردیم.
بله بکنون از این 230,000 رأیی که گفته میشه که باطل شده، دیدگاه مشخص شما در این زمینه چیست؟ آقای اوریو مشخصا اشاره کردن که این یک کار غیر قانونی است و به هیچ شکل قابل قبول بر از اینا نیست. ما اعتراض کردیم به میهم، این معنای از این نداره که اگر چیز که ما اعتراض کردیم لحاظ باور نداره. اعتراض اعتراض است، باورمندی گپ دیگه است. ما اعتراض کردیم که اینمی 525 محله که شما اینمی را باطل اعلان کردین رای ماست. چقدرش رای ماست؟ در کدام محل است؟ بر چی مبنا شما این را باطل اعلان کردین؟ تا بال کس بر ما جواب نداد. اما یک تفاوت دیگه هم مبتنی بر همون دیدگاه و در ادامه همون تحلیل ها هم وجود داره که اعلام کردن احتمال رفتن انتخابات به دور دو با واکنش جدی شما مواجه نیست. تیم دکتر اشرف خنی واکنش جدی در این زمینه نداشته، اما برعکس هم این مسئله را پذیرفته و اعلام کرده که برای رفتن به دور دوم انتخابات آماده است، اما اصلاحات همگرایی این مسئله را نمیپذیرند و رد میکنند. این احتمالم، این گپام، این احتمالم دلیل بر عدم باورمندی یا باورمندی به کمیسیون ها نمیشه. پس چه مسئله؟ به سوال پیشتر شما. بله. ما میگیم اینم دو کمیسیون وجود داره. اینم دو کمیسیون است اعلان میکنه یک چیز رو. بله. برنده را یا بازنده را، یعنی مثلا 8 کاندید بود، دو کاندیدش پیشتاز، 6 کاندید دیگه، شما از 6 کاندید هر کدام چرا دعوت نمیکنه؟ در میزو. از پیش دعوت میکردین، چرا دعوت نمیکنه؟ اکنون تفاوت مشخص پس شما شده. پذیرفتین نتایج مشخص شده. بله. نتایج مشخص برای مردم شما پذیرفتین قابل قبول است، این دو نهاد معتبر است که در راستا کار میکنن، اما مشخصا شما اشاره میکنین که هیچ دیدی تفاوت نشان نمیده. آقا من میخوام پاسخ بگیرم. نه نه، پاسخ من عین پاسخ دارم شما میخواین میتون برتون، ولی آن چیزی که شما میخواین بکشین که مناسب حال احوال خودتون باشه و از من نه، مناسب حال مردم افغانستان. ما مناسب شما رفتن به دور دوم انتخابات را میپذیرید و فکر میکنید که قانونی است، اما امیر اعلان کی کرد؟ امیر اعلان کی کرد که یعنی 41.9%، یعنی 31.5%، یعنی 11.7%. امیر کمیسیون مستقل انتخابات کرد. بله. شما پذیرفتین؟ مردم افغانستان پذیرفتن. خلاص، شما هم جز مردم افغانستان هستید بدون شک. برای شفافیت هرچین نهاد مردم افغانستان تلاش دارن تا بررسی بیشتر شود. پذیرفتن نه؟ پس اونمو کمیسیون است که اعلان میکنه، درست است؟ کدام کمیسیون دیگه نیست که از کدام جای آمده باشه از قات کاغذ پیچ بکشیش بر تو شما اعلان بکنه. اونمو کمیسیون است اعلان. لحاظا ما به علمی کمیسیون میگیم که اینمی کمیسیون در اول بر شما گفتم با تمام کمی ها و کاستی هایی که داره، با تمام انتقاداتی که از هر طرف متوجهش است، بالاخره اینمی کمیسیون است که برنده رو اعلان میکنه. اینمی کمیسیون اعلان میکنه به دور دو، اینمی کمیسیون اعلان میکنه که نه دور اول فیصله. ما نظر به فیصدی هایی که اعلان شد از طرف ازمی کمیسیون گفتیم که نظر به این فیصدی ها تنها شکی که مانده بود 232,000 رای بود. بله. اینی 232,000 رای هم ار طور که حساب شوه بر مبنای ازی که 6,832,000 رای مردم افغانستان دادن، اگر این تقسیم فیصدی بکنیم هر فیصدی تان در حدود 69,000 رای است. پس به این حساب اگر تمامی 232,000 هم برین جمع بکنین برای یکی از کاندیدای مثلا کاندیدی که بیشترین فیصدی رو، باز هم فیصدی 50.1 پوره نمی کن. ما برای این مبنا، برای این محاسبه گفتیم که این در دور دوم میره. پس در نهایت امر براتون پذیرفتنی است آنچه اعلام شده از آدرس آن کمیسیون. گوش کنین، آنچه که اعلان شده ما اعتراض خود داریم. بله. ولی اونا باید رساف کنن بر ما. معنای از این نیست که وقتی که ما اعتراض میکنیم لحاظ باور نداریم. تشکر. بالاخره باید یک چیز باید بکنیم. بله. آقای یوریا، آنچه اعلام شده مبتنی بر باور اینا همون گونه است که این دو نهاد نهاد معتبری است و راه سوم در میان نیست. میبایست مردم افغانستان و میبایست این نهادها و یا حداقل جریاناتی که در این مجرا دخیل هستند بپذیرند. اما چرا شما این مسئله را غیر قانونی اعلام میکنین و بار بار گفته میشه که قابل قبول براتون نیست و رفتن به دور دوم انتخابات محال است و موارد دیگر؟ تشکر. نخست اگر اجازه بدین پاسخ قبلی با نیم کلام ماند. 225 رای 225 صدق که در حدود 230,000 میشه بر بنیاد طرز العمل اعلان کرده که به نام ابطال و تبتیش آرا یاد میشه. بله. و این طرز العمل در 29 حمل ساخته شده، یعنی بعد از 16 حمل که انتخابات صورت گرفته. قانون انتخابات صریحا حکم میکنه در جریان انتخابات
هیچ گونه طرز العمل ساخته شده نمیتونه و نه تعدیلی در طرز العمل به وجود آمده میتونه. اینا طرز العمل های را ساخته و تعدیلات را آورده که نقص سری قوانین ناپذیر کشور است. بر بنیاد این طرز العمل و بر بنیاد سایر قوانین کشور اینا صلاحیت نداره 225 صندوق آرا را باطل اعلان میکنه. این آرای مردم افغانستان است و با مردم افغانستان تعلق داره و وظیفه ما هست که از هر برگه رای مردم خود دفاع بکنیم و حافظش باشیم. کمیسیون باید با گوشهای باز بشنوه که کمیسیون نوع شعبده بازی های سیاسی را در تبانی با برخی از حلقه هایی که در حکومت است آغاز کرده و این را مردم درک کرده و درک بکنه و کمیسیون زمانی برای ما قابل پذیرش است که مطابق به قانون گام برداره. اینطور نیست که کمیسیون هرچی فیصله بکنه و هرچی بگویه و هرچی اعلان بکنه برای ما قابل قبول باشه. این حرکاتش خلاف قانون است، برای ما قابل قبول نیست. چیزی که ارتباط میگیره با سوال شما، دور دو هست، یکی تحلیل دوستا هست. بله. جمع و ضرب میکنه و تفریق و تقسیم میکنه و میگه که با دور دو میره. دیگه از لحاظ حقوقی و قانونی هست. اما این جمع و ضرب از آدرس دوستان نه، بلکه اون نهاد معتبره که در جریان داخل است. بر بنیاد جمع و ضرب که ارقامی را که جمع آوری میکنه خودشان میکنه. بله. دیگه حکم قانون اما هست. آیا صاحب صلاحیت نیستن که جمع و ضرب کنن؟ نه، ببینین. مربوط خودشان میشن؟ ببینین. جمع و ضرب یک معنی داره، احکام قانون چیزی دیگری هست. مثلا رئیس کمیسیون شکایت اعلان میکنه که احتمالاً به دور دو میره. اما دیشب رئیس کمیسیون شکایت میگه که ما نمیتونیم بگوییم که به دور دو میره یا نمیره. همکاران ما اشاره یک وقفه دارن، بعد از وقفه خیلی زود برمیگردیم. به ادامه بحث خوش آمدین. آقای آشنا، اکنون بررسی شما چگونه است؟ اگر به قول آقای یوریا کارکردها و شکایات برای نوع کنش خود این کمیسیون و یا حداقل این دو کمیسیونی که مرتبط با این جریان است باشه، نهادی که میتونه بررسی کنه این نهاد، آیا این هم میتونه بر رسیدگی به شکایات و اقدامات قانونی و منطقی و موجهی را که مردم افغانستان میخواین و یا حداقل به نمایندگی از مردم افغانستان یا کسانی که آرایشان با تیم اصلاحات همگروی از بدون بالشان هستند، میشه با این اقدامات که حداقل امروز نخستین گامش بود رسیدگی شوه؟ اجازه بدین با یک مقدمه کوتاه بیایم به بحث. من به عنوان یک شهروند که دغدغه سیاسی دارم و فعالیت سیاسی دارم و به عنوان یک شهروندی که مطالبات سیاسی دارم، بله، از همین سه کاتگوری صنفی اجتماعی خواستار هستم که هیچ کس حق نداره با دموکراسی افغانستان، با اراده ملت افغانستان تقلب بکنه، به پاس حالا مصلحت، به پاس زیاده خواهی یا به پاس سرپیچی از حکم مشروع، موجه و دقیق، حالا هر کدامش باشه. اما در کنار از این، من به شدت طرفدار سختگیری با هر دو کمیسیون هستم. چرا؟ به خاطر که وضعیت را که ما امروز داریم، جو بی‌اعتمادی سیاسی را که امروز ما در افغانستان داریم تجربه میکنیم، آشفتگی اجتماعی روانی را که داریم تجربه میکنیم در بین کسب‌وکارهای عادی مردم تا سرمایه گذاران بزرگ، در همه سطوح داریم، همهش گره خورده به همین مسئله. بنان باید سختگیر باشیم و مصلحت هایی که در 13 سال گذشته آمده بر سرنوشت افغانستان اجرا شده، عملی شده، تطبیق شده، قانون شکنی هایی که در کنار مصلحت ها شده و همین مصلحت ها قانون را شکستانده، گرایش های نادرست، سرپیچی از قانون، دیدهای ناسالم سیاسی، همه اینا امی وضعیت رو به بار آورده. بنان ما باید اگه میخواییم افغانستان آینده شگوفاتر و قابل قبولتر داشته باشیم، افغانستان پسا انتخابات، افغانستان باشد برای همه شهروندان، افغانستان عادلانه، افغانستان آری از سیاست مبتنی بر نقص عدالت و تفاوت میان شهروندان، باید با مسئله انتخابات سخت گیری کنیم. چرا؟ من در صحبت‌های اول خودم گفتم که یک جاهای کمیسیون شکایات انتخابات داره با روح قانونگذاری افغانستان، سیستم قضایی افغانستان جعل میکنه و
و بر مبنای این جعل میان حکم صادر میکنند. بر اساس روحیه قانون سیستم حقوقی افغانستان، زمانی یک چیز مورد قانون بررسی میشه که قانون قبل از رخ دادن از او شکل گرفته باشد، قانون قبلا ساخته شده باشد، قبلا توشیح شده باشد، در قانون پیش بینی شده باشد. و دوم، قانون به انتخابات صراحت داره که از روز انتخابات تا 10 روز میتونه تصمیم بگیره. امر رقمی که جناب اوریا صاحب هم گفتن، آنچه که لایحه ایجاد ساخته شده، لایحه‌ای که بر مبنای او استدلال میشه برای ابطال 100,000 رای یا بیشتر از 100,000 رای یا برای یک رای که همون 50 جمع 1 رای هست، بر همون تصمیم گیری میشه، در واقع خلاف قانون هست و اصلا مشروعیت نداره. بنابراین هر حکمی را که ما به پاس یک اصل حقوقی نامشروع میاریم جاری میکنیم، این حکم مشروعیت حقوقی نداره. بنابراین باید سخت گیری کنیم، یکی به این دلیل. دلیل دومی است که کمیسیون شکایات انتخاباتی در جاهای کوتاهی کرده در وظیفه خود. بر اساس قانون هرگاه هیچ کس شکایت درج نکنه، اگر مواردی از تخطی، تقلب و تخلف را شکایت کمیسیون شکایت میبینه، باید برای علیه از او و برای اصلاح کردن از او باید اقدام بکنه. بله. شما روی وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات ریزلت شیت های و نتیجه های ابتدایی از محلات و مراکز که آمده بریم ببینیم ملت افغانستان به او دسترسی داره. در جاهایی هست که نسخه اصلی ورقی که مدار اعتبار هست و او کمیسیون داده روی از این است، روی ورق سفید کتابچه که در دکان ها فروش میشه با قلم خط کشی کردن، جور کردن. اشتباه های در آمار و ارقام است. اما اگر این نکته را که شما اشاره میکنید موارد داشته باشند، اینا مواردی هست که یک ملاحظه خدمتتون داشته باشم، دور از اینکه موارد و ملاحظه‌ای که شما اشاره کردین، اونا فکر نمی‌کنین با همون نکات قبلی که قبلا هم آقای اوریا اشاره کردن که کمیسیون استدلال کرده که اینجا امضا وجود نداره، اینجا تاپا وجود نداره، به نوع نمونه همون گونه رفتار نیست که امروز با در جمع آرای ابطال شده شمرده شد. من حداقل من یک شهروند معترض بر نوع اجرای کمیسیون شکایات انتخاباتی و بر نوع اجرای کمیسیون مستقل انتخابات هستم و دلیلش هم گفتم که ما از 1.5 سال پیش خواستار یک سری اصلاحات بودیم که متاسفانه او هیچ وقت اعمال نشد در سیستم. بحث دیگه‌ای که من می‌خواستم بکنم، کمیسیون شکایات انتخاباتی جدا از اوراق نتیجه که همین لحظه روی وبسایت هست که به خودش رسیدگی نکرده و هیچ وقت نگفته، این هم یک شکایت یا 10 شکایت رو ما درج کردیم، ما خود ما بر اساس دریافت‌های خود ما. دلیل دیگه هست که نه کمیسیون مستقل انتخابات، مورد دیگه، نه کمیسیون مستقل انتخابات و نه کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آرای باطل اطلاعات میده که چه درصدی از رأی باطل شده، رأی قرنطینه شده متعلق به چه کاندیده هست. بله. چه عددی متعلق به کاندیده هست، کاندید رد اول که بیشترین رأی را داره و چه کاندید دوم و 6 کاندید دیگه. من شک ندارم که در انتخابات تقلب نشده، تقلب شده. همون رقم که احتمالش وجود داره که به نفع کاندید اول و کاندید دوم تقلب شده و شکایت های درج شده، به نفع 6 کاندید دیگه هم من مطمئن هستم که شکایت شده. بنابراین وقتی آرای از اونا رو میکشیم، مشخص میکنیم که آقای زلمی رسول اینقدر این عدد رای تقلبی داره، آقای قطب الدین هلال این عدد، آقای ایکس دیگه و دوستای دیگه که من امیل احسایی میشه نیاز نیست بیارم، اینا رو مشخص نکرده. وقتی ما اینا رو مشخص کنیم، در نهایت میرسیم، در نهایت میخواییم این نکتر داشته باشم. این موارد قبلا هم مطرح شد و به شکل عمومی و کلی شما مطرح کردین که اما معترض هستین این کار کردشون قابل قبول نیست. اما آنچه در این برهه اساس است و منفعت جمعی و ملت افغانستان در اون نهفته است و نهایتا هم برمیگرده به کار کردی که این دو کمیسیون میبایست کار کنن. خیلی خلاصه میخواییم دیدگاه شما رو داشته باشم تا دیدگاه دیگران هم داشته باشیم. فرصت زیاد از برنامه نمانده. خیلی خلاصه، چه میباید شود در این فرصت؟ امروز نخستین جلسه ای که تاکنون امیدها وجود داشت که این حداقل به تمام کمی هایی که اگر تاکنون گفته میشد رسیدگی میشه، اینجا هم هنوز پایه های قانونی و اصولی متزلزل است. چگونه باید؟ بگذاریم کمی صریح گپ بزنیم. آنچه امروز اجرا شد هیچ وقت نمیتونه شفافیت و اعتماد سیاسی را بالای کار کمیسیون شکایت انتخاباتی جلب بکنه یا بخلق کنه، بلکه
بیشتر یک خیمه شب بازی بود که اجرا شد. متاسفانه سوال و جواب ها را در حضور رسانه ها میکنند. تصمیمی که در لحظه اخیر گرفته میشه پشت درهای بسته و تصمیم گیری های سری میکنه. مسئله افغانستان، مشکل افغانستان این هست که تصمیم های سیاسی که بر سرنوشت همه ملت افغانستان تأثیر میگذاره پشت درهای بسته انجام میشه. فرق نمیکنه این در بسته، در بسته کمیسیون شکایات باشد، در بسته کمیسیون مستقل انتخابات باشد، یا در بسته پشت درهای بسته درون ارگ ریاست جمهوری باشد. اصل رویکرد که شفافیت در او نقض میشه و درهای بسته بر سرنوشت مردم افغانستان تصمیمش حاکم میشه، این نوع دید از سیاست افغانستان باید کنار گذاشته. آقای نویان، اگر در این جریان کسانی که دخیل هستند این موارد را که آقای آشنا اشاره میکنند به شکل در بینششان که مبتری به منفعت خودشان رقم بخوره و او را بپذیرند، چه کسانی هستند و با چه دید شما واجه است؟ حداقل واکنش تیم شما برای رفتن به دور دوم انتخابات و یا هم حداقل رفتاری که مبتنی بر قواعد باشه چگونه است؟ ببینید، اولی که ما باید واضح بسازم تمام شکایت های ما تا قبل از اعلان نتایج ابتدایی ما 343 شکایت داشتیم. این 343 شکایت ما عنوانی کارمندان کمیسیون انتخابات، عنوانی خود کمیسیون انتخابات و اینا بود. علیه کدام کاندید مشخصه که مثلا فلانی کاندید، مثلا آقای سلطانسو یا آقای ارسلا یا آقای هلال چنین کار کردن، علیهشون نبود. یعنی سی شکایت شما کاندید بر کار کرده خود کمیسیون بود. ما وقتی که میگیم به این چیز 525 محل که امروز باطل اعلان کردن اعتراض داریم، معنایش ایست که سر کمیسیون اعتراض داریم، بله، نه سر احمد یا محمود. ما میگیم که اینجا 525 محل که اینجا شما باطل کردین کجاست، آرای ما چقدر است و چرا باطل شد. اما در کل باز هم میخوایم اون نکته را خیلی خلاصه اشاره بفرمایید که اگر انعطاف به شکل دیده میشه در دیدگاهتان نسبت به کار کرد، بله، معنیش چیز خیلی خلاصه و پایان برنامه میرسه. ما اینطور میگیم که دو کمیسیون است، کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی. این می دو نهادی که قانونی به وجود آمدن طبق اولین قانون انتخابات که در افغانستان تصویب شد و بر جریده رسمی نشر شد. این می ناز که اعلان میکنن، ولی این معنای از این نداره که اونا هر چی که خرابکاری کردن، هر چی که عدالت رو پیش نکردن، بی‌عدالتی کردن، ما بپذیریم بگیم ما این می‌درست است. ما نه، ما میگیم این می دو کمیسیون است، ولی این دو کمیسیون شفافیت، عدالت و استقلالیت خود نباید فراموش بکنه. باید تمام کارکردشان روی نظمی سه مؤلفه استوار باشه. تشکر. شفافیت، عدالت و بی‌طرفی باشه. آقای اوریا، خیلی خلاص از شما میخواییم در نهایت داشته باشم. آخرین نکات و چگونگی انجام رسیدگی به شکایات امروز و در کل، خیلی خلاصه. ببینین، ما یک دو سه کاغذ خدمت شما نشان میتیم. این سه پرما یکی، اینم دو، اینم سه، نتیجه اوراق انتخاباتی است. در این هر سه رای دکتر صاحب اشرف غنی 208 رای است و این مال ما نیست، این متعلق به کمیسیون هست. و این کاغذی که شما میبینین، این کاغذی است که در سیستم کمیسیون داخل شده و بر بنیاد ازمی نتیجه اعلان شده. در اینجا با چی کرده؟ در اوراق کلش که جمع کنی 208 رای دکتر صاحب اشرف غنی میشه، در اینجا باز 293 رای رسانده. این تقلب اشکاری هست که خود کمیسیون انجام میده. اعداد و اسنادی که ما داریم در حدود نیم میلیون رای کمیسیون مستقل انتخابات در سیستم خود تقلب کرده و اسناد کافی موجود است. و این نیم میلیون رای کم رای نیست، این نیم میلیون رای سرنوشت انتخابات ها میتونه این طرف و آن طرف رقم بزنه. بر این بنیاد ما جدن طرفدار شفافیت و جدن طرفدار انطباق قانون هستیم و کمیسیون شکایات و کمیسیون انتخابات این بازی های سیاسی را که شروع کرده، این بازی های است که در آخرین مرحله اگر مطابق به قانون عمل نکنه، اینها و عناصر و افراد و اشخاصی که در دولت هستند در نتیجه با قانون و با مردم مواجه خواهد شد.
آقای فضل الرحمن اوریا سخنگوی استاد انتخاباتی، آقای دکتر عبدالله عبدالله تشکر از حضورتان در بحث، آقای آشنا تشکری میکنیم از شما و آقای عباس نویان سخنگوی و هم عضو تیم انتخاباتی دکتر اشرف غنی از شما هم تشکری میکنیم و همچنان از شما عزیزان هم تا کنون با ما بودید سپاسگزاری میکنیم. تصمیم با شما و در نهایت قضاوت با شما.